با افزایش هجوم مهاجران برای ورود به بریتانیا و عمل به وعده‌ای که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در جریان مبارزات انتخاباتی داده بود، او پنجشنبه ای را برای دشوارتر کردن مهاجرت غیرقانونی ارائه کرد کامرون گفت که سخنرانی آینده ملکه شامل طرحی است که شرایط را برای ورود مهاجران از اتحادیه اروپا و خارج از آن دشوارتر می‌کند. در این لایحه سختگیری‌های بیشتری برای کارگران خارجی غیرقانونی در نظر گرفته شده مایلم ما اعلام کنم کار روی موضوع مهاجرت را با راهاندازی گروه جدید کاری در اولویت قرار خواهیم داد که بریتانیا را به مکانی با جذابیت کمتر برای مهاجران و کار غیرقانونی تبدیل می‌کند. واقعیت این است که کار غیرقانونی و استخدام کارکنان به طور غیرقانونی در بریتانیا بسیار ساده است. بنابراین قصد داریم یک گام بزرگ برداریم و کار غیرقانونی را از نظر حقوقی همانند جرمی کیفری در نظر بگیریم. لایه پیشنهادی دیوید کامرون بلافاصله به وسیله ایوت کوپر نامزد رهبری حزب کارگر مورد انتقاد قرار گرفت. او گفت که کامرون در پنج سال گذشته هم وعده داده بود آمار مهاجرت را کاهش و آن را به ده ها هزار نفر در سال کاهش دهد اما شکست خورد و این بار هم شکست خواهد خورد.